شنیدین که میگن انسان مثلا وقتی بیناییش رو از دست میده حواس دیگهش قوی تر میشه؟ بله یعنی بینایی کار نمیکنه ولی بویایی و لامسه دو برابر کار میکنه کلن حواس انسان اینجوری است که مثلا حس مسئولیت احساس مسئولیت از کار میافته حس چشایی خیلی قویتر میشه. هزاران نفر تو صفن که آقاه اینجوری کنه تا با وام دو میلیون تومنیش موافقت بشه. اما اما انجام نمیده. پشت گوش میندازه حس مسئولیتش از کار افتاده یهو که حس بویاییش انقدر قوی شده سه تا کوچه بالاتر قرم سبزی بار گذاشتن همین آقاه بو میکشه میگه قرمه سبزی جایی که قرار قیمت زمین تا چند وقت دیگه ده برابر بشه رو بو میکشه میره میخره قدرت حس مسئولیتش اضافه شده به بویاییش بو میکشه پیشرفت میکنه هی hey, بو میکشه هی hey, پیشرفت میکنه هی hey, بو میکشه پولدار میشه هی hey, بو میکشه معروف میشه در این حال احساس مسئولیتش هم قویه بدون اقراق چهل تا پست داره پستای سنگین تو خارج یکی از اینا رو بدن به یه جوون از شدت فشار و استرس خودکشی میکنه ایشون ولی مثل شیر بالا سر همه پستا وایساده فقط مشکل اینه که در روز تقریبا به اندازه تعداد پست هایی که داره باید بره دستشویی <applause> <applause> یه دستشویی میره میگه بریم بعدی میگن آقا اون یکی رو سر نمیزنین قربان میگه اونجا رو جانشین گذاشتم فرنگی نداره نمیتونم همیشه هم که نمیشه به آدم ها ایراد گرفت گاهی پست ها خیلی به هم نزدیکن انقدر شبیه همن که از لحاظ منطقی باید همش رو سپورت دست یه نفر مثال میزنم اتحادیه پخش کنندگان کل پاچه این دست یه نفر بعد سازمان توزیع عادلانه ی کل پاچه یه کز داده شده هم داریم انجیوی تباخانه توضیع کننده ی کل پاچه غیر از سیرابی هم هست تشکل بررسی درخواست یه مغز اضافه تو آبش هم چارشنبه ها تشکیل جلسه میده خب اینا رو اگه بدن دست چند نفر خب همه خیلی سخت میشه کلی کاغذبازی پیش میاد میرسه به جایی که یه سیرابی بخوای بخوری باید عدم خلافی بگیری اینا باید همشون دست یه نفر باشه اما در این حال بودجه های جدا جدا دریافت کنن که هم مردم با خیال راحت تلیت کنن هم مسئول مربوطه خیالش از آینده فرزندان خودش و فرزندان فرزندانش و فرزندان فرزندان, فرزندان فرزندانش راحت یه ما به اشتباه فکر میکنیم که همه دنیا در قبالمون مسئولن بعد از ضبط یکی از این دور همیها یه آقای اومد گفت های مدیری برنامه امشبمون اصلا آموزنده نبود بچه من چیزای خوب یاد نگرفت گفتم عزیزم این آموزشگاه نیست اینجا گفت نه به هر حال شما در قبال ما مسئولی کم کم دیدم داره به یقم نگاه میکنه میاد جلو گفتم خب چی آموزش بدم الان از بچه پرسیدم اتحادهای مزدوج رو بلدی؟ گفت نه آدرس گرفتم قرار شده امشب از اینجا دو ساعت برم خونه شون باش کار کنم کلن احساس مسئولیت پدیده عجیبیه گاهی کلن هیچ خبری ازش نیست طرف داره جلوت غرق میشه عین خیالت نیست حتی برای خودت هم عجیب میشه میگه ای بابا طرف داره میمیره چرا من نمیرم کمکش کنم خیلی به خودت فشار بیاری بهش دلداری میدی میگی نه ترس برو پایین برو پایین بمیری باد میکنی میای بالا از جمله مواردی که مسئولیت زیادی ایجاد میکنه ازدواجه یه آمار بگم تا نه ماه اول امسال حدود 7800 حدود 7800 مرد بالای 60 سال و 1100 و خانم بالای 60 سال ازدواج کرد. از اون طرف حدود 900 دختر زیر 15 سال هم ازدواج کرد یعنی یه جورایی فقط اونایی دارن ازدواج نمیکنن که تو سن ازدواجن دیگه الان مشاله بالای 60 سالا اصلا شاید اجازه نمیدن جوونا نفس بکشن برا بچه خواهرش رفته خواستگاری تا میره تو یه نگاه به میزبان میکنه سری شکمش رو میده تو میگه والا منی که میبینید یه کلبه کوچیک دارم خورده هوشی سر سوزن زوغی پسره میگه دایی جان ما خونه شما رو نمیخوایم شما لطف دارین یه رو بعد دایی و عروس میرن که حرفاشونو بزنن پسره هنوز نفهمیده میگه دایی جان واقعا ببخشید همیشه زحمت های ما گردن شما بوده قبلا هم گفتم در حال حاضر مسئولیت پذیرترین افراد جامعه اینایی هستن که در فضای مجازی فوش میدن یعنی واقعا دارن از زندگی حق زن و بچه خواب و خوراک میزنن در این مورد خاص اگر وزیرم بیاد پست بذاره که فلانی اینو حذفش کن خیلی بی فلانی از اون جواب میده خوب کاری میکنه منو با این جماعت لیچارگو در نندست وقتی اونایی که مسئولیت دارن احساس مسئولیت نمی کنن طبیعتاً پدر اونایی که مسئولیت ندارن و احساس مسئولیت میکنن در میاد چون اونی که مسئولیتی نداره امکانات زیادی هم برای کمک به دیگران در اختیارش نیست دیدین اینایی که احساس مسئولیت دارن از در و دیوار براشون میاد میره تو مترو میبینه ای صندلی خالی انگار دنیا رو بهش دادن تا میشینه پیرترین مرد جهان میاد جلوش این با وجدان خودش درگیر میشه اول با خودش میگه که پا نمیشم یکی دیگه پاشه تو همین فکراست که ترمز میکنه قطار استخان ساق پای پیرترین مرد جهان میزنه بیرون میخوره زیر چونه این سری چهار دست و پا میره روی کف واگن که پیرمرد مرد بشینه از مترو میره یه ساندویچ بخوره سه تا بچه میان از پشت شیشه نگاه میکنه سعی میکنه محل نذاره سعی میکنه محل نذاره میبینه صدای قار و شکمشون رو میشنوه هدفون میذاره تو گوشش میبینه خود سابساندویجی ساندویجی اومده بالا سرش داره نگاه میکنه اونم گشنه است. بند خدا به آسیب ناشی از زلزله حساسه اصلا روحیش رو داغون میکنه این اتفاق هر شهری میره یه چایی بخوره زلزله میاد همه میرن حرف آخر احساس مسئولیت مدل های متنوعی داره مثلا یکیش اینجوریه که موقع گرفتن یعنی مثلا موقع گرفتن احساس مسئولیت میکنی چای باقلوا هم براتون میارن موقع پس دادن میگن حقوق چطه حالا خب دزدیدن بردن دیگه مال باخته ها هر روز میرن به یه آدرسی میگن ببخشید آقای دوز هنوز نیومده خود شما معرفی کنه بهشون میگن نه هنوز به طور کلی کلمه مسئول به معنی کسیه که مورد سوال واقع میشه سوالاتی, سوالاتی که میتونه انتقادی باشه سوالاتی که از قبل طراحی نشدن و خدمت جناب مسئول داده نشدن سوالاتی که همیشه از زبون خودیها مطرح نمیشن و گاهی غیر خودی ها رو هم شامل میشه مسئول مسئولیت داره و سوال کننده به پاسخ نیاز داره نه به سبوس در نتیجه هیچ وقت برای احساس مسئولیت کردن دیر نیست اگر کسی کودکی خوبی نداشته دوران تحصیل خوبی نداشته جایگاه اجتماعی خوبی نداشته ازدواج خوبی نداشته و راه خلاف و به راه خلاف کشیده شده بیشتر عمرش توی زندان گذشته هنوز برای احساس مسئولیت کردن در قبالش دیر نیست حداقل میتونیم در اجرای حکمش سنگ تموم بذاریم برش خوبی عرصه مسئولیت همینه که هیچ وقت برای احساس مسئولیت کردن